عده احتمال میدن که امکان تغییر نظام از درونش هم وجود داره، ولی چنین احتمالاتی روی چه پایه‌ای سواره؟ همینطور تعدادی هم این احتمال رو مردود میدونن. پاسخ این احتمالات چیه؟ برای بررسی این احتمالات همراه هستیم با آقای احمد کامیاب. آقای کامیاب سلام دارم خدمتون، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. سلام به شما و سلام به بینندگان عزیز، در خدمتم. خدمت از ما، سرود بر شما. همونطور که در مقدمه اشاره شد، عده‌ای احتمال میدن این رژیم از درونش تغییر کنه. چه نکاتی در این احتمالات هست و استدلال کسایی که این احتمال رو میدن چیه؟ بله، خب در پاسخ در یک جمله ابتدا باید بگیم تجربه که اینو نگفته، حداقل تجربه این 43 ساله نظام ولایت فقیه در حقیقت این رو نگفته و در حقیقت نشاره های هم درش ندیدیم. همون خلاصه مسئله که از ابتدای امر مقاومت ایران و رهبری مقاومت میگفتن که این نظام مثل افعی هستش که کبوتر نمیزاد، هیچگاه هیچ نشانه ای از این نظام ولایت فقیه که خمینی ملعون پایه‌ریزی کرد دیده نشد که در درون خودش در حقیقت بتونه تغییر، استحاله یا خلاصه اصلاحاتی صورت بگیره. ولی به هر حال چون سال 1401 مواجه بودیم با یک قیام و خیزش بزرگ و سراسری و در حقیقت گفتیم که بعد از اون قیام که 6 ماه تا 7 ماه طول کشید و خلاصه ضربات جدی به این رژیم وارد شد و به نوعی گفتیم که تعادل به قبل برنمیگرده، بازم در 1402 میپردازیم به بررسی همین سوالی که شما کردین که آیا در درون این رژیم با توجه بعد از قیام 401 آیا گزینه‌ای به نام تغییر در درون رژیم وجود داره و امکان پذیر هست یا نه، بهش بپردازیم. خب برای پرداختن یه مقدار به این، خب گزینه‌های مختلفی میشه بهش بررسی کرد. یک گزینه اینه که خب توی همین سال 1402 خامنه‌ای بمیره، یکی از اون عواملی که میتونه مثلا تغییر ایجاد بکنه. یا گزینه دیگه این که خامنه‌ای به میزانی تضعیف بشه و قدرتش خلاصه مثل قبل، چون گفتیم تعادل بقیه، به میزانی این تضعیف بشه که یک سهمی از قدرت رو مثلا به جناحایی که در مقابلش ایستادن به نوعی بده، تقسیم قدرت بکنه. این هم یه گزینه دیگه است. یا گزینه دیگه که بازم شنیده میشه در جاهای مختلف این که مثلا ارگان سرکوبی مثل سپاه دست به کودتا بزنه، یا جناحی از حوزه، یا اینکه مشترکاً این دوتا با همدیگه خلاصه دست به نوعی مثلا کودتای شبه کودتا بزنن که بخوان خلاصه این در حقیقت تغییری ایجاد بکنن. ولی همه این موضوعات رو که داریم صحبت میکنیم و بررسی میکنیم، یه نخ نباتی توی همش هست و در حقیقت زیر یه چتری هست که تمامی این گزینه ها در حقیقت عطف به تغییراتی در داخل همین ساختار نظام ولایت فقیه هست. یعنی حرفش سرنگونی تمامیت این نظام نیست، یک رفرم هایی، یک تغییراتی بخواد ایجاد بشه یا بخواد بکنه. بعدش هم موضوع اصلی این که آیا این رژیم بعد از اینکه این همه ضربات خورد در سال 401، آیا چنین ظرفیتی اصلا داره که بخواد مثلا دست به مانور و اصلاحات این شکلی بزنه، چون به هر حال ساختار و پایه هاش رو مورد در حقیقت هجوم قرار میده. خب بر اساس این دیگه میشه گفتش که به طور کلی این چنین موضوعاتی غیر واقعیه و نمیشه بهش. حالا معذرت میخوام، شما احتمال تغییر از درون نظام رو در واقع غیر واقعی و باطل دونستین و استدلال تغییر طلبان در واقع از درون رو گفتین. میخواستم ببینم دلیل شما بر باطل بودن استدلال اونا چیه؟ خب بسیار خوب، همین که گفتیم به این گزینه های مقدار بپردازیم. مثلا همین گزینه اول، مرگ خامنه‌ای. خب مرگ خامنه‌ای، مرگ هر این دجال که نه، هر کسی دیگه ای. خب این که در حقیقت دست کسی نیست اگه بخوایم بگیم. این که مثلا یک مقاومتی، یک در حقیقت مبارزه ای رو مشروط و منوط بکنیم به مرگ یک دیکتاتور، خب این به طور کلی اصلا
میشه گفت که بناش منتفی هستش که اگه بخواد مثلا بمونه و دلبسته بشه یا واسه بشه به مرگ این دجال. ولی اگر میگم اگر اینم بخواد صورت بگیره، خب همونطور که سال پیش قبل از شروع قیام شهریور ماه که استارت خورد، خلاصه زمزمه هایی بود از مرگ همین دجال، خب خیلی گزینه ساده هستش. اون چیزی که پیش پای مقاومت و مردم و جوان ها هستش، این که در حقیقت قیام و خیزش در خیابان ها، آزادسازی خیابان، محله و همینطور شهرها و همینطور خلاصه جارو کردن تمامیت ارگان های سرکوب این نظام مثل سپاه، بسیج، لباس شخصی ها و غیره. و همینطور در این حال وظیفه‌ای که بر عهده جوانان هست و همینطور نیروهایی که مسلح هستند در ارتش یا کسانی که خلاصه به جبر در این نیروها قرار دارن، پیوستنشون به مردم، بردن سلاح در بین مردم و خلاصه ایستادگی در این زمینه. و در این حال هم که در پیام رهبر مقاومت هم ذکر شد، عدم آسیب دیدن خلاصه امکانات و سرمایه های مردم، پدیدهایی مثل غارتگری و چپاول، اینها موضوعاتی که خب این تابلو میگه. ولی در اساس همون که گفتم، این که آدم بیاد به این گزینه، این که این گزینه برای تغییر در سال 1402 بخواد روش سرمایه برنامه ریزی بکن، خب در اساس اصلا غیر واقعی و رو حواست، چون معلوم نیست همچین پدیده اصلا اتفاق بیفته یا نیفته. در واقع بیعملی هم هست این که صبر و انتظار تا مرگ خامنه ای. حالا اینایی که شما توضیحاتی که دادین در مورد گزینه اول یا مرگ خامنه ای بود، می‌خواستم ببینم استعدادتون در مورد گزینه دوم و سوم چیه. خب ببینید، این برمیگرده باز به پایه و ارکان رضا. اون گزینه دوم که خامنه ای اونقدر ضعیف بشه که خلاصه قسمتی یا سهمی از قدرت رو به مثلا جناحی بده، خب این رو در حقیقت ای کاش که بشه، یعنی این در پایه اگه بخوایم بگیم ای کاش این تابلو محقق بشه و این دیکتاتور خلاصه از اون هژمونی مطلقه، اون پایه‌ریزیه که خمینی ملعون کرد، سلطنت مطلقه فقیه، اینو پایه‌ریزی کرد از همون ابتدا با تمام ارگان‌هایی که برای این کار در خدمتش ایجاد کرد، ای کاش که بشه سهمی از قدرت. این خیلی خوبه و همواره مقاومت ازش استقبال میکنه که این خلاصه دیکتاتوری مطلقه از این کوتاه بیاد. چرا؟ چون اون پایه عمود خیمه نظام رو که صفر چسبیدن، خب اینو رها میکنه. وقتی که این چتر بره کنار، خب طبعا تمامیتش تضعیف میشه و سرنگونی رو تسلیم میکنه. ولی بپردازیم به این که خب واقعیت چی هست. واقعیت اینه که تو این 43 سال در هر بالا و پایینی، در هر تنشی، در هر خیزشی شاهد بودیم که این خلاصه ملعون نه تنها کوتاه نیامده، بلکه افزایش داده اون سرکوب و انحصارگریش. و همین دو سه سال پیش که بحث آخرای دوره همون روحانی بود، شروع کرد از ابتدا مجلس رو در حقیقت یک دست کرد، به قول خودش ولایی کرد، بعدش هم که این رئیسی جلاد رو از تو قوطی کشید بیرون، برای اینکه یعنی اینکه روندی که طی میکنه درست عکس اینه که میخوایم بگیم. حتی همین گزینه‌ای که بعد از سال جدید اتفاق افتاد و زمزمه‌هایی از اینکه رفراندوم و اینا بود، اومد توی صحنه و در حقیقت به صراحت گفت که اصلا رفراندوم موضوعیتی نداره، سر یک سری موضوعات که اصلا مردم نباید وارد بشن، خیلی به صراحت نشون داد که این دجال حداقل تا الان که نه، همین الانش هم در حقیقت سر این موضوع هست و به جلو، یعنی به انقباض بیشتر، یعنی ندادن فرصت ها به جناح مقابل. و در ادامه صحبتاش هم باز در همین سال جدید اشاره ای کرد برای این که خلاصه دوررمایی از، چون اینم به دلیل ضعف پایه‌ای که بعد از قیام و خیزش در حقیقت این نظام برایش حاکم شده، یه دورنمایی به جناح اصلاح طلب که در انتهای سال امکان داره در انتخابات مجلس یک چیزی به عاید شما بشه، که خب اینم همون وعده‌های سرخرمنیه که خلاصه میده که خلاصه تنش‌های مقدار تقلیل پیدا کنه. ولی اگه بخوایم جمع بزنیم بس رو، اولا دشکه کاش بده، یعنی این تابلو محقق بشه، که متاسفانه روند اوضاع تجربه این سالیان خودش نشون داده که هم چیزی نیست و برعکسش معمولا هست و اجرا شده.
صحبت های اخیر خامنه‌ای دجال هم همین رو داره اثبات میکنه و خلاصه این نظامی نیستش که خلاصه بتونه از اون پایه های اصلی، چون خمینی ملعون این نظام ولایت فقیه رو بر اساس پایه هایی ریخته و محکم کرده و این ارگان های سرکوب هم در خدمتش قرار داده که سفت اینو بچسبن، از نمیدونم اون مجلس خبرگانش تا نمیدونم اون نجوه تشخیص وجل رهبریش نمیدونم اینا همه در حفظ این ساختار هست. نه. و این خامنه ای هم تو این سالیان هرچی بیشتر بر این کوبیده، چون فهمیده که تمامیتش به همین وابسته است، در نتیجه از اینا کوتاه نیومده. اگه بخوایم پس در یک کلام بگیم، این گزینه هم غیر محتمل و غیر واقعی است و خلاصه امکان نداره خلاصه این پدید بیاد، حداقل روند اوضاع که تا حالا اینو نشون داده توی بله. در واقع شما گزینه سوم رو که دخالت سپاه یا مثلا کودتایی از حوزه و اینا بود رد کردین دیگه با این توضیحات، درست فهمیدم؟ بله، البته اینا که اصلا توی چی اگه بخوایم بگیم ساختار اینها همین که گفتین توی اون پایه و اون مندیتشون هم نوشته شد، دو قانون اساسی هم نوشتن توی چیز، سپاه برای حفظ حاکمیت ولایت فقیهه، فقط و فقط، یعنی اولین محوری که براش نوشتن اینه. حتی در انتهاش هم الان همه چیز دیگه، یکی از بحثایی که همه جا باید. حتی اسم ایران نیست که بگی مثلا برای حفاظت از کشور یا اینان، این فقط برای حفظ حاکمیت نظام ولایت فقیه ساخته شده. چین پدیده ای که در سالیان رشد کرده و خودش هم در یکی از اصلی ترین ارکان سرکوب در قیام ها و خیزش بوده و خودش رو نشون داده، خب طبیعیه که یه همچین ارگانی در اساس وابسته به اون ساختار، اگه اون عمود خیمه کنار بره خب چیزی هم برای اینا نیم. حالا اگر این احتمالات سگانه که شما به درستی توضیح دادین باطله، پاسخ و راهکاری که در پیش رومون هست چیه چشمنداز ها؟ خب واقعا این حرفیه که در کف خیابون در قیام هم بارها گفته شد، مردم ایران و جوانها و کانونهای شورشی به طور واقعی حرف اصلی رو زدن. اون موضوعی که نهادینه شد در جامعه در خیزش و قیام 401 این بود که تمامیت این نظام باید بره، یعنی مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور. این چیزیه که در حقیقت شاهد بودیم، از کودکان در مدارس اینو شعار دادن تا تمام اقشار، در همین الان هم در هر اتفاق و موضوعی که خلاصه تظاهرات تجمعی که در جاهای مختلف اتفاق میفته، اولین شعاری که میدن همین مرگ بر خامنه‌ای هست. پس اون موضوعی که خامنه‌ای به صفت سمبل تمامیت این نظام، خب پس این پایه اصلیه که دیگه الان تو جامعه در حقیقت نهادینه شده. خب حالا این که راه کار چیه؟ راه کار همون که توی قیام و خیزش هم در حقیقت در پیام‌های مختلف رهبری اومده بود، گسترش آتش و ایستادگی در مقابل این نظام. این نظام میخواد با سرکوب، میخواد با ترفندهای مختلف خلاصه خیزش و قیام رو خونسا کنه، کند کنه، منحرف کنه. یکی از اون پدیدهایی که داره انجام میده همین موضوعیه که باز در ابتدای سال گسترش داد، موضوع حجاب و همینطور مسمومیت دانش آموزان در مدارس. خب اینا موضوعی فرعیه که میخواد خیزش و قیام مردم رو در همین چتر و در همین سقف نگه داره، که انگار گویی مردم ایران موضوع و مشکلی که با این نظام دارن فقط حجابه، در صورتی که اصل حرف مردم و مقاومت ایران و اون چیزی که مردم میخوان سرنگونی تمامیت این نظامه. پس باید رو همین ایستاد، گسترش داد. آتش در مقابل آتش در حقیقت اون چیزیه که پاسخ این نظام هست که تمامیتش رو میتونه خلاصه سرنگون کنه و از بین ببره. اگر بخوایم در یک کلام بگیم، باید از گزینه‌های خلاصه اصلاحات و تغییرات و اون چیزایی که در حقیقت الان منشور و موضوعات انحرافی که داره در حقیقت در جاهای مختلف گفته میشه که خلاصه خشونت پرهیزی و مبارزه مسلط آمیز و نمیدونم بقاء سپاه و نمیدونم اینا همه موضوعاتیه که در خدمت این نظام قرار میگیره از دهانهای مختلف، از رسانه های مختلف، که خلاصه منحرف کنه. اصل داستان
خلاصه سرنگونی این نظام، داغون کردن و انحلال و از به کنار گذاشتن تمامی ارگان‌های سرکوب از قبیل سپاه و بسیج و در یک کلام خیزش نهایی برای سرنگونی این است. بله، با تشکر بسیار از اینکه محبت کردین و در این برنامه با ما همراه بودین. با تشکر از شما.